یکی از معقولات مشترک در بین ادیان بحث شیطان و نقش شیطان است. در این ندانستنی ها به موضوع کیفیت، اسم، اولاد، مدت عمر میپردازیم. برش اول، تا حالا چیزی به اسم همزاد به گوشتون خورده؟ البته داستانهایی که مربوط به همزاد بوده عموماً همراه با خرافات بوده. در بحث همزاد، همراه هر فرزند آدم، چه دختر و چه پسر، دو فرزند پسر یعنی مذکر برای شیطان متولد میشه. برش دوم، شیطان. شیطان هم اسم عام هست و هم اسم خاص، یعنی بعضی اوقات منظور به خود ابلیس هست و بعضی اوقات منظور به آدمیزاد و اجنه. ولی وقتی به شکل بدون قرینه و مطلق استفاده میشه، در روایات منظور به خود ابلیس هست. برش سوم، در بعضی از ادیان یا حتی فرقه صوفیه در اسلام ابلیس رو ملک میدونن یا همون فالن انجل، که البته طبق آیات قرآن ابلیس از طایفه اجنه است. برش چهارم، ساختار هرمی ابلیس. فعالیت ابلیس به صورت یک سازمان هرمی هست که به اون مرده میگن. ابلیس در رأس هرم هست و فرزندانش که از اجنه هستن مسئولیت ترویج و ابداع گناه رو دارن، و البته افراد دونپایه هم هستن که مسئولیت اجرای گناهان و نقش وسوسه آدمیزاد رو دارند. برش پنجم، هام ابن هیم ابن لاقیس ابن ابلیس. فردی از نوادگان ابلیس بود که به دست حضرت نوح علیه السلام توبه کرد، تمام انبیا رو درک کرد و حتی خدمت رسول خدا هم رسید و به دین اسلام و ولایت حضرت امیر اقرار کرد، نماز و قرآن رو از حضرت امیر یاد گرفت و نهایتاً در جنگ صفین در رکاب حضرت امیر شهید شد. برش ششم، راستی ابلیس تا چه زمانی زنده است؟ علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به این موضوع اشاره می‌کنند که زمان مرگ ابلیس تا ظهور حضرت حجت هست، به استناد به این آیه که در قرآن ابلیس به خدا گفت به من مهلت بده تا روز قیامت، و خدا در جواب گفت به تو مهلت میدم تا روز معلوم. برش هفتم، طبق آیات قرآن اعتقاد ابلیس بر چه پایه‌ای بوده؟ ابلیس خدا رو میپرستیده، قدرت مطلق میدونسته و خب معتقد به معاد هم بوده، چون تا روز قیامت مهلت خواسته. ولی قرآن ابلیس رو کافر میدونسته. چرا؟ چون که حجت و خلیفه خدا رو نپذیرفت و دستور خدا سرپیچی کرد. برش هشتم، در کتاب القصر چنین اومده که روزی حضرت امیر علیه السلام ابلیس رو دیدن و به ابلیس گفتن برای آخرت خود چه ذخیره کردی؟ ابلیس پاسخ داد علاقه و حب به جایگاه تو یا علی. وقتی در عرش الهی بودم کلمه ای آموختم که بر کسی آشکار نیست و به صورت رمز در قرآن آمده و جز خدا و کسانی که علم در دلشان رسوخ کرده نمی دانند. وقتی خدا بنده ای را دوست بدارد، پرده از چشمانش کنار می زند و آن اسم را به او می آموزد. آن اسم همان است که به سبب آن زمین و آسمان ها برپا شده. برش آخر، ناله ابلیس. با اینکه ابلیس تمام مکر خودش رو برای فریب فرزند آدم به کار برد، ولی خودش درگیر مکر خدا شد که شرایط برای توبه بندگان فراهم شد. توبه آدم ابوالبشر، بعثت نبی، قدیر خم و واقعه کربلا. ابلیس خوشحال بود که تمام سپاهیان عمر ابن سعد روانه جهنم شدند، ولی به برکت اشک بر امام حسین بخشش ویژه‌ای نصیب مؤمنین شد. اینجا یکی از جاهایی بود که ابلیس ناله سر داد. لطفاً نظرات خودتون رو در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.